طالبان در گرداب بحران سیاسی و داخلی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال دیلی برس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان می نویسد: طالبان در گرداب بحران سیاسی و داخلی. با آمدن دموکرات ها در ایالات متحده امریکا، موضع حکومت کابل در برابر طالبان و مذاکرات دوحه از همین حالا سخت تر شده است. طالبان به همکاری ترامپ و پاکستان در چند ماه اخیر به هر طرف خون باد کردند. ملا برادر آن ذلیل ترین عنصر فدایی برای پاکستان که مثل سگ به وسیله ISI به زنجیر کشیده شده و تازیانه توهین کرامت بشریش را به لجن کشیده بود، در مجمع زخمی های طالب در کویته خبر از پیروزی و گرفتن حکومت زده بود. حکومت خائن کابل اگر این مقاومت و سرسختی را از اول از خود نشان می داد و 6000 آدم کش را یک باره رها نمی کرد، امروز در موضع بهتری قرار می داشت. اکنون دولت کابل کمر خود را با تار خام بسته است، زیرا جریان های عمده ضد طالب و رهبران معاملگر دور او را خالی کرده و می خواهند انتقام بگیرند. اصلا غنی نجات پرست همه آنان را از خود رانده است. طالبان با آمدن بایدن، شکست در جبهات و ناتوانی در مذاکرات دوحه در موضع ناامیدی غلطیدند. زور اشغال یک ولایت یا دو ولایت را ندارند. ضربات اردو بر آنان افزایش یافته و از حمایت هند و ایران و روسیه محرومند. مضافاً جنبش مقاومت و ستاد عملیاتی نورد برای آینده در محور پنجشیر در حال شکل گیری است. پاکستان توان حمایت مالی دوام دار از گروه طالبان را به تنهایی ندارد و در موج بحران مالی فرو می رود. آیا کمک های ایالات متحده امریکا به هدف حفظ طالبان قطع خواهد شد؟ مهمترین سوال همین است. فلسفه جنگ افغانستان، درگیری دست جمعی چندین کشور علیه چندین کشور است. جنگ زمان قطع می شود که عایدات از جنگ برای تمویل کنندگان به حد اقل برسد یا به تاوان پیش برود. در همین حال تلویزیون یک در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: پرونده باز افغانستان روی میز بایدن. پیش از این جک سالیوان، نامزد پیشنهادی آقای بایدن برای مشاور امنیت ملی این کشور، هم به نحو توافقنامه آمریکا و طالبان را تایید کرده و گفته بود که آمریکا مانند گذشته روند صلح را تعقیب خواهد کرد. آقای سالیوان در اوایل ماه جاری میلادی در گفتگو با CNN گفته بود که این توافقنامه باعث ایجاد تعهدهای میان آمریکا و طالبان شده است. مردی که 4 سال امریکا را رهبری خواهد کرد، در گذشته چه موضع گیری های در مورد افغانستان داشته است؟ مردی که می گفت امکان ندارد افغانستان یک پارچه شود و طالبان دشمن آمریکا نیست، حالا رئیس جمهور ایالات متحده امریکا شده است. موضع گیری های جو بایدن در 10 سال گذشته در مورد افغانستان بارها جنجال برانگیز شده است. او همواره بر پایان جنگ آمریکا در منطقه از جمله افغانستان و خروج نیروهای این کشور از
افغانستان تأکید کرده است. جو بایدن در سال 2011 که معاون باراک اوباما بود بند نیوز و یک گفته بود که طالبان دشمن آمریکا نیست، زیرا به گفته او این گروه منافع این کشور را تهدید نمی کند. آقای بایدن در آن زمان به نیوز یک گفته بود که تاکنون هیچ جمله یا اظهار نظر از رئیس جمهوری آمریکا در زمینه سیاست ما دیده نشده است که گفته باشد طالبان دشمن ما هستند. در فوریه سال گذشته آقای بایدن در یک مناظره درون حزبی گفته بود که امکان ندارد افغانستان یک پارچه شود. او در این مناظره که در 8 فوریه انجام شد چنین گفته بود: درباره افغانستان باید بگویم، من کاملا مخالف ایده ملت سازی در این کشور بودم. ممکن نیست که آن کشور متحد شود. هیچ امکان ندارد که آن کشور یک پارچه شود. همین 4 ماه پیش جو بایدن در یک مناظره درون حزبی دیگر گفت که افغانستان یک کشور 3 پارچه و در و درست ناشدنی است. او گفته بود که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند و پاکستان پایگاه برای این سربازان در اختیار آمریکا قرار دهد. تا واشنگتن بتواند با جلوگیری از حمله های هراس افغانی از افغانستان به آمریکا ادامه بدهد. جو بایدن هرچند سیاست خارجیش را با شعار آمریکا برمیگردد اعلام کرده است، اما او در گذشته طرفدار گفتگو و همواره خواهان خروج نیروهای این کشور از افغانستان بوده است. حتی در سال 2009 او طرفدار گفتگو با طالبان میانه رو بود. جو بایدن که برای 8 سال معاون باراک اوباما بود تجربه دوبار سفر به افغانستان را دارد. در سفر اولش در 2009 به افغانستان حتی از خط مقدم جنگ در هلمند و قندهار دیدار کرد. جو بایدن در 2011 در سفر دومش به افغانستان به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین گفته بود که آقای رئیس جمهور، پاکستان برای ایالات متحده 50 مرتبه مهمتر از افغانستان است. اما در کابینه جو بایدن هم افراد با پیشینه کار در افغانستان حضور دارند، از جمله لوید آستین نخست وزیر دفاع سیاه‌پوست در تاریخ آمریکا که از سال 2003 تا 2005 فرماندهی یک گروه واکنش سری مشترک را در افغانستان به عهده داشته است. لوید آستین که تجربه کار در بلندترین پست‌های نظامی از جمله معاون ستاد ارتش و رئیس فرماندهی ستاد مرکزی ارتش این کشور را دارد، گفته است که نباید آمریکا بار دیگر از افغانستان تهدید شود. خود آقای بایدن هنوز در مورد توافق صلح با طالبان چیزی نگفته است، اما آنتونی بلینکن نامزد پیشنهادی جو بایدن برای وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه این هفته در جلسه تایید صلاحیت خود در پاسخ به سناتورها گفته بود که ما می‌خواهیم با این جنگ به اصطلاح ابدی پایان دهیم. می‌خواهیم نیروهایمان را برگردانیم. می‌خواهیم تا حدود ظرفیت برخورد با هر گونه بازگشت تروریسم که اصلاً برای آن به آنجا رفتیم را حفظ کنیم. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.